سلام ارشو، سلام علیکم، وقت شما بخیر. حال شما؟ ممنونم، شب شما خوبی؟ بخیر، شبتون امیدوارم که بخیر باشه. حالتون خوب باشه. من چه عالیم، شما خبر؟ چطوری؟ متشکرم، خبر منم خبر عالیم، خدا خاصی رو نیست، شکر، سلامتی؟ الحمدلله. خیلی شما چه خوشحالم که خبر؟ میبینمتون و مطمئنم که همچنین لایو امشب لایو خیلی خوبی خواهد بود. اوضاع چطوره؟ اوضاع عالی، که میدونین خب من خدا اوضاعم رو شکر. همیشه عالیه. خب شما خدا رو شکر. چطور؟ ما هم عالی، ما دیگه چیز دیگه نمیشه میگیم. ببخشید من این دیگه ذره خدا. اینطوری بچرخونم که جهان درست کنم. خب خیلی ممنون که امشب وقت گذاشتیم و در واقع تشریف آوردین که ما بتونیم در خدمتتون باشیم. باعث افتخاره، ممنون از شما. قربان شما. و اینکه میخواین قبل از هر چیزی یه معرفی داشته باشین، چون خیلی از دوستان بودن ولی دوست داریم که این طبق روال برنامه همیشگیمون پیش بره. خب البته من تکراری ام، ولی دوباره معرفی میکنم. من مهشید ملوکی هستم، روانشناس بالینی و هیپنوتراپیست، و در خدمتتون هستم با موضوع نقش شریک عاطفی در موفقیت. خب سری قبلی راجع به هیپنوتیزم هم صحبت کردیم و راجع به ترس هایی که بازم شما عموما راجع نذاشتی به من هیپنوتیزمتون کنم. ترس هایی که راجع به هیپنوتیزم هست و فکر میکنم که بله برای من هنوزم فقط هست. برای همه هست، برای من بیشتر هست. درسته؟ مقاومتتون یکم کلا زیاده شما. من یه سوال فقط، اصلا رفتی به موضوعمون نداره. خواهش هیپنوتیزم، میکنم. شما یه سری پکیج های در واقع هیپنوتیزم و اینا دارین که من میبینم روی بله وبسایتتون هست، اینا بله بله یعنی با وایس هم انجام میشه؟ هیچ تفاوتی نداره؟ داوطلب میشین یکیشو براتون بفرستم گوش بدین؟ خب بعد تجربه هم شیر کنم. من دیگه اصلا از این بکنی موضوع دیگه. میترسم راستش. بعد یه سوال، آدم خوابش ببره وسطش؟ چون هر کدومش فکر کنم 20 دقیقه باشه. خب سوال خیلی خوبیه. اگر که اولا که پکیج هیپنوتیزمی مختلفی من دارم ضبط شده که میتونید از روی سایت من تهیه کنید، mahshidmulooki.ir، و اینکه بله حدودا هر کدومش 20 دقیقه حالا کم و زیاد هستش. و اگر احیانا شما وسط اینها خوابتون ببره، اتفاقی که میفته اینه که خب اولا هیپنوتیزم خواب نیست، با خواب خیلی متفاوت هست. اگر امواج مغزی شما رو با الکتروانسفالوگراف یا همون EEG، الکترود هایی که به سر وصل میشه، اندازه گیری همون بکنن، اسکن در میبینید واقع که ذهن. خب بله بله میبینید که امواج مغزی شما هنگام هیپنوز با هنگام خواب کاملا متفاوت هست. پس شما موقع هیپنوتیزم شدن خواب نیستید، ولی احتمالش هست که خوابتون ببره. فرض کنید که شما خوابتون میبره و هدفونی که توی گوشتون هست و دارید این فایل رو گوش میده از گوشتون در میاد. خب اینجا خیلی نگران میشن که خب چه اتفاقی میفته، من همجوری میمونم؟ اتفاقی که میفته، شما از حالت هیپنوز وارد خواب طبیعی میشید، چند دقیقه خوابتون میبره و بعد به صورت طبیعی بیدار میشید. اگر شب باشه ممکنه که تا صبح هم به خوابتون ادامه بدید، ولی هیچون مشکلی برای شما پیش نمیاد. حالا آقای قیسی، سوال من اینه که چرا اینقدر مقاومت میکنید؟ از چیه این اصلا فایل؟ بحث مقاومت نیست. ببینید من یه چرا توضیح الان بدم، بحث حالا مقاومت؟ بحث جالبی شد ولی سریع برمیگردیم روی بحث امشب. ببینید من مثلا توی حالا زندگی خودم، من در روز، در طول روز دو بار مدیتیشن انجام میدم. یک بار شب قبل از اینکه بخوابم، یک بارش صبح وقتی بیدار میشم. شب رو معمولا بیشتر، دلیل خودم اینه که بخوابم. دلیلم این نیست که واقعا مدیتیت کنم، دلیلم این نیست که واقعا وارد یک فضای ذهنی بشم، دلیلش اینه که بتونم به یه آرامش ذهنی برسم. ولی صبحش بیشتر، حالا یه مبحث اصلا کاملا جدایی داره که اون اصلا یه چیز دیگه است. معمولا اتفاقی که برای من میفته نه از روی خستگی، بلکه از روی، حالا این ربطی به سوال شما نداره، اونم جواب میدم، نه از روی خستگی ولی از روی اینکه آدم خیلی کنترل میکنه، بعضی وقتا من خوابم میبره و واقعا هنوز نتونستم متوجه بشم که چرا این اتفاق افتاد. یه سری میگن خوبه، یه سری میگن بده، هر کی یه تفسیری داره نسبت به این موضوع. این دلیل خاصی داره یا اینکه نه اصلا خیلی طبیعیه؟ قطعا ما آدم ها وقتی آرامشمون خیلی زیاد بشه ممکنه که خوابمون ببره. من برای آرامشم همین خیلی نیست زیاد نیست، اینم بگم. موقع مدیتیشن دیگه، موقع مدیتیشن آها. خب آرامش بیشتری رو نسبت به بقیه اوقات تجربه میکنید و ممکنه که خوابتون ببره. خب یکی از
فایده هایی که این فایل ها داره اینه که شما حتی اگر خوابتون هم ببره اون فایل ها دارن کار خودشون رو انجام میدن و من تو گوش شما دارم صحبت میکنم. ولی پس وقتی این شما یه این خودتون این می مدلی که این مدلی که میگین که طرف حتی در خواب هم میتونه یک چیزی رو ایمپلیمنت کنه، یعنی یه چیزی کاشته بشه توی ذهن، واقعیه، میشه انجام بشه. من نه میدونم واقعیه، نمیشه، فکر کردم واقعیه تا امروز. من این جمله رو خیلی دوست دارم، میگن چیزی رو که تو خواب یاد میگیری فقط تو خواب میتونی استفاده کنی. پس اینهایی که میگن من تو خواب آهن چه میدونم فایل آموزش زبان توی گوشم گوش میدم، اونا فقط تو خواب میتونن صحبت کنن زبانشون رو. چقدر اتفاقی که جالب. میفته اینه که تا زمانی اثر میذاره که شما رو توی امواج مغزی هیپنوتیزمی نگه داره. وقتی وارد خواب میشید دیگه این اثر رو نمیذاره، ولی وقتی من دارم تو گوش شما صحبت میکنم شما حتی اگر چند ثانیه خوابتون ببره وارد خواب بشید بیدار میشید، برمیگردید توی متوجهم. هیپنوتیزم. برای همینه که اگر یه روزی شما این فایل ها رو امتحان کردید متوجه میشید که توی این فایل ها شما آخر هیپنوتیزم حتی اگر احساس کنید کاملا خوابتون برده، آخر هیپنوتیزم یه لحظه بیدار میشید، هدفونتون رو در میارید و بعد میخوابید. این نشون میده که شما توی خواب نبودید. یعنی یه چیزی شما رو برمیگردونه، منظور اینه. من شما رو برمیگردونم دیگه آه خواهش میکنم، بله ممنون اگه واقعا، اجازه بدید. خواهش میکنم. نه من فکر میکنم نه که کلن این کانسپت هیپنوتیزم یه ذره ترسناکه، اونم به دلیل اینکه این فیلم هایی که میسازن یه ذره ترسناک کلن، یعنی اینکه مثلا یه قسمتی از حافظه یارو پاک میشه یا مثلا وارد یک فضای خاصی میشه، اینا یه ذره ترسناک هست کلا. یه حالا چیز رو بدونید توی هیپنوتیز، ببخش من یکم با این هدست هم دوشار مشکل هستم نمیمونه سر جاش. صدای منو داری؟ بله بله کاملا. خب یه چیزی که در مورد هیپنوتیزم وجود داره اینه که من موقع هیپنوتیزم کاری رو با شما میکنم که شما خواسته باشید، هیچ کاری خلاف میل شما انجام نمیشه. اون چیزی که تو فیلم ها اون نشون کسی میدن که کاملا هیپنوتیزم مقصود. که دیگه نمیفهمه دیگه، چجوری چرا میخواد بفهمه میفهم؟ که؟ خب چرا؟ چطور؟ دفعه پیشم گفتم یک بخش از وجود افراد هست به نام ناظر آگاه. ناظر آگاه همیشه حواسش هست که چه اتفاقی داره میفته و اجازه نمیده که هیپنوتیزور کاری بکنه که برخلاف میل، عقاید، اعتقادات و باورهای فردی باشه که داره هیپنوتیز میشه. پس همه جور از شما محافظت میکنه. یه چیزی رو در مورد پاک کردن حافظه اینجا لازم میدونم بگم. بعضی از افراد میان پیش من و میگن من یک خاطره بدی دارم، اگه میشه این خاطره رو برای من پاک کن. من هیچ وقت این کار رو نمی کنم و به کسی توصیه نمی کنم که هیچ وقت اجازه بده پس این خاطره. شدنیه. بله این شدنیه، ولی بسیار خطرناکه. الان بهتون میگم که چرا. هیچ وقت اجازه ندید کسی باهاتون این کار رو بکنه، چون ذهن ناخودآگاه ما طی فرایندی به نام کانفابیولیشن یا افسانه پردازی میاد و گپ خالی خاطرات رو توی ذهن ما پر میکنه. یعنی یک جاهایی که توی ذهن من یک سری از فضاهای خالی وجود داره میاد با یک خاطره فیک اون رو پر میکنه. همه ما شاید از کودکی هامون یک سری خاطراتی داشته باشیم که وقتی برای مامان بابامون تعریف میکنیم میگه نه واقعا هیچ وقت همچین اتفاقی نیفتاده. کانفابیولیشن یا افسانه پردازی اتفاقی هست که میتونه همون قدر که به نفع ما هست به ضرر ما هم تموم بشه. چطور؟ ممکنه من بخش از خاطره شما رو پاک کنم و فرایند افسانه پردازی خاطره وحشتناکتری رو اونجا برای شما بسازه، خاطره که انقدر باورش یعنی میکنه امکان که حتی داره دنبال چیزی پاک کردن جا شما. به جا بشه. 100% این اتفاق میفته، جای متوجه خاطره شد، خالی نمیمونه، چیزی جایگزینش میشه. برای همین متوجه ما شد. چیکار میکنیم؟ ما میایم زمانهایی که فرد یک خاطره وحشتناکی رو داره که میخواد تغییرش بده، به جای اینکه اون خاطره رو پاک کنیم تلقی فرد رو از اون خاطره تغییر میدیم. مثلا برداشتش اگر رو، فرد برداشتش رو تغییر میدیم، اگر فرد توی تصادفی خانوادهش رو از دست داده و مسبب اون تصادف خودش بوده، ما کاری میکنیم که فکر کنه مسببش اون نبوده، ولی ما هیچ وقت نمیایم تصادف رو توی ذهنش پاک بکنیم. متوجه شدم، بسیار هم عالی. خب بریم رو بحث خودمون چون 10 دقیقه هم همینطوری رفت. بله یه قول من ازتون پس بگیرم خواهش میکنم، من قول نمیدم اینکه ولی گوش بدید. قول نمیدید؟ باش. اگه فایل صوتی گوش میدم حالا یه بار امتحان میکنیم ببینیم چطوره. من میدونم که شما اگه قولی رو بدین پاش 100% وایمسی.
آره ولی حالا اگه به رو اون خودم مبحث بگیم اگر که وایس باشه، ولی واقعا مدل بیشتر از اونو نیستم. خب ما فعلا در باشه خدمت همون، هستیم، ولی خواهش بالاخره یه میکنم من در قدمه دیگه. خدمتتونم. خب یه بریم قدم مبحث بعد نیستش. خودمون، بحث نقش شریک عاطفی در موفقیت. بله حالا اون روز ما خیلی راجع به این مسئله فکر میکنم صحبتش شد، تقریبا یکی دو تا مسئله رو گفتیم، ولی خب این خیلی مبحث بزرگیه، چون من فکر میکنم که خیلی از، حالا من دوروبر خودم رو نگاه میکنم و میبینم که چقدر روابط در واقع دو نفری که با هم در یک ارتباط عاطفی هستن، حالا از هر مدلی، چقدر چه داره تاثیر منفی میذاره چه داره تاثیر مثبت میذاره، ولی متاسفانه اکثریتش تاثیر منفیه، یعنی مثبت نیست. و خب به نظر من بسیار بسیار موضوع خوبیه، موضوع خوبیه که راجعش صحبت بکنیم، و اینکه مرسی که این موضوع رو عنوان کردید که راجعش صحبت بکنیم. خب ما در خدمت شما هستیم، بفرمایید. خواهش میکنم. اول اینکه تصویر منو خوب دارین، اینترنت هم بله صدات مش بله خوبه؟ بله بله عالی، خب مثل خدا اون سری نیست واقعا، خدا رو شکر. هر کدوم از دوستان که دو بار لایو داشتن، مثل آقای شهروز که قطع شد، مثل شما که اینترنتتون قطع و وصل شد، کلا این سری دوم مثل که همه چی خوب بود، عادت کرده. آره، تجربه نشون داد که اینترنت گوشی بهتر از اینترنت وای فای برای خب من خدا عمل میکنه، برای همین این کار میکنه. خب اول میخوام که یک تعریفی از رابطه عاطفی بهتون ارائه بدم. رابطه عاطفی پیوند دو قلب و تعهد دو تا عقل هست. یعنی دو نفر جان میان، یه بار دیگه تکرار، پیوند پیوند دو قلب دو و تعهد قلب دو عقل. بس چقدر جالب، و تعهد دو قلب. خب دو نفر میان کنار هم قرار میگیرن برای اینکه به آرامش بیشتری برسن، کاملتر بشن و به موفقیت های بیشتری برسن و حال خوب و یک عشق و اشتیاق و آرامش رو کنار هم دیگه تجربه بکنن. حالا یه سوالی که همیشه پیش میاد اینه که چرا الان جدیدن روابط عاطفی انقدر کوتاه شده؟ دو نفر میان تو رابطه قرار میگیرن، چه ازدواج کرده باشن چه نکرده باشن، خیلی زودتر از اون چیزی که قبلا اتفاق میافتاده این رابطه قطع میشه و از بین میره. هیچ وقت به این فکر کردید که چرا رابطه شما با دوستانتون بیشتر از رابطتون با شریک عاطفیتون طول میکشه؟ یکی از دلایلش اینه که اولا آدم ها کم صبر شدن، انتظار دارن که یک رابطه عاطفی خوب از توی قوطی کنسرو آماده بپره بیرون و بتونن ازش همون استفاده زندگی کنن. مایکروویوی. آره از همونه، ولی خب امکانش نیست. یک رابطه نیاز به زمان و انرژی داره، نیاز به شناخت داره و باید مثل قرمه سبزی کم کم دم بکشه. دم نه، جا بیفته. دم که نمیکشه قرمه سبزی، جا میفته. بله 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 خب خیلی تفاوت داره، دم تا جا افتادن خیلی. خیلی خب یه چیزی که باعث میشه ما روابط دوستانمون خیلی طولانی میشه ولی روابط عاطفیمون کوتاه مدت هست اینه که ما تو روابط دوستانمون سعی نمی کنیم طرف مقابلمون رو کنترل کنیم. هر جوری که هست، هر کاری که میکنه، همونجوری میپذیریمش. پس ولی تو روابط پذیرش خیلی عاطفیمون مهمه، یعنی یک پذیرش و آدم رو، عدم کنترل، خب همون پذیرش همون میشه عدم کنترل، یعنی من بپذیرم یک آدمی همینه و این قالبشه و من اون آدم رو همونطوری کنار خودم داشته باشم، این معنیه در واقع حرف دقیقا شماست، درسته؟ همونطوری که هست بپذیرمش. و اصلا کلا اکسپتنس یا هم پذیرش خیلی مبحث بزرگیه و خیلی فکر میکنم همه جا جا داره. من فکر میکنم همین یه مورد رو هم اگر بتونیم در خودمون ایجاد بکنیم به جاهای خیلی خوبی میرسیم. دقیقا یعنی پذیرش خب رو اگه بتونیم اونجوری که باید انجامش بدیم خیلی چیزا در ما تغییر میکنه، آرامشمون بیشتر میشه به زندگی. حالا مبحث کنترل نکردن یعنی چی؟ یعنی اینکه من بدونم تنها چیزی که توی این دنیا میتونم کنترل بکنم خودمم، و من اگر این رو متوجه بشم که بجز خودم هیچ چیزی رو تو دنیا نمیتونم کنترل بکنم بجز رفتارهای خودم. دفعه پیش صحبت کردیم در مورد اینکه ما حتی احساساتمون رو هم نمیتونیم کنترل کنیم ولی رفتارهامون رو میتونیم کنترل بکنیم. فیدبک رو پس میتونیم کنترل کنیم. رفتارهای من بله تنها چیزی هست که من میتونم کنترلش بکنم، و اگه این رو بپذیرم و سعی نکنم طرف مقابلم رو تغییر بدم و کنترل کنم خیلی چیزا تغییر میکنه. حالا من میخوام بیام برای اینکه بتونیم مبحث امشبمون رو بهتر جمعش بکنیم، دو نوع
روابط رو میخوام توی دو دسته براتون تقسیم بندی بکنم. میتونم بهتون بگم که ما دو مدل رابطه داریم. یه مدل از این روابط افرادی هستن که با تمام خلأهای درونی خودشون، با تمام مشکلاتشون، همه ترسهاشون، همه کمبودهاشون، همه انتظاراتشون از دنیا میان و وارد یک رابطه عاطفی میشن و توی اون رابطه سعی میکنن همه جوره طرفشون رو کنترل بکنن، تغییر بدن و با همه ترسهاشون جلو میرن. بعد خب از یه افرادی مدت که با ترس ها جلو میرن، آره، افرادی که خودشون یک عالمه چاله دارن. من همیشه میگم ببینید اگه چاله های شخصیتی دارید، قرار نیست ازدواج بیاد چاله ها رو برای شما پر کنه. من اینو آدم ها یه آسفالت سوال، نیستن. شاید اینو بشه اینطوری گفت، یعنی میخوام بدونم برداشت من درسته، من ایراد خودم رو در شخص مقابل میبینم، یعنی احساس میکنم که اگر چون من اینطوری فکر میکنم، همون مثال خودمون توی فارسی که میگیم کافر همه را به کیش خود پندارد، من احساس خودم اینه که من این مشکل رو دارم، پس اونم حتما این مشکل رو داره، درسته؟ بله، یه جورایی میام به جای اینکه فکر بکنم کانسپت ذهنی اون فرد چی هست، با کانسپت ذهنی خودم اون رو قضاوت میکنم. اوکی. حالا جلوتر بهتون میگم توی اینکه چه کارهایی باید انجام بدیم، بهتون میگم که یکی از این راه ها دقیقا شناخت طرف مقابلم هست. حالا پس دسته اول افرادی هستن که از نظر شخصیتی متزلزل هستن، پر ایرادهای شخصیتی بزرگ هستن و فکر میکنن که اگر من ازدواج بکنم تمام مشکلاتم حل میشه و همیشه انگشت اتهام به دیگران. اینم من اصلا اضافه حالشون کردم، بده. آره، اینم که هست، اصلا حالشون بده، کلن روابط موفقی ندارن و این چاله هاشون رو از خودشون به رابطه منتقل میکنن. یعنی خودش یک متوجه سری شد. خلاهای عاطفی، احساسی و فکری داشته و میاد این رو منتقل میکنه توی رابطه و خراب میکنه اون رابطه رو همینجوری. متوجه حالا الان بیشتر براتون توضیح میدم. دسته دوم افرادی هستن که شخصیت خودشون رو شناختن، همه جوره برای بهبود خودشون تلاش کردن و ویژگی های خوبی رو توی خودشون پرورش دادن. اصلا نمیگم آدم های کاملی هستن، بی عیب هستن، فقط آگاه هستن به ایرادهاشون و تو مسیر رو به بالا هستن. یعنی دارن نهایت سعیشون میکنن که رو به بالا برن. حالا ممکنه توی مسیر رو به بالا یکی اینجا بخواد وارد رابطه عاطفی بشه، یکی بالاتر، ولی به هر حال رو به رشد هستن. نیازی نیست بذاریم به قله برسیم بعد یک رابطه خوب رو تجربه بکنیم، چون اون رابطه میتونه توی این مسیر به ما کمک بکنه و یک کاتالیزوری باشه برای اینکه سریعتر به اون چیزایی که میخوایم برسیم، همونطور که میتونه ترمز هم باشه اگر اشتباه انتخاب بشه. خب این افراد دسته دوم افرادی هستند که پذیرش دارن، کمک میکنن به دیگران، رو به رشدن، هدفمندن، همیشه هدف دارن، عزت نفس بالایی دارن، احساس ارزشمندی میکنن، همیشه قدردان و سپاسگزار هستن توی زندگیشون و حس خوبی به خودشون دارن. من همیشه میگم اگه خودتو دوست نداشته باشی، اگه نسبت به خودت حس خوبی نداشته باشی، هیچ وقت نمیتونی ادعا بکنی که طرف مقابلت رو دوست داری، چون این دوست داشتن نیست. اول از همه دوست داشتن از خود من شروع میشه و افراد دسته دوم بلدن از لحظه هاشون لذت ببرن، توی رابطهشون دنبال قدم بعدی نیستن. افرادی که دسته اولن حالشون بده، همیشه تو رابطه دنبال اینن که خب بعدش چی میشه، قدم بعدی چیه، کجا قراره بریم، هدف چیه، مقصد کجاست. ولی افراد دسته دوم انقدر از لحظه هاشون لذت میبرن که حتی اگر اون رابطه براشون آینده ای نداشته باشه، قدم بعدی نداشته باشه، از همون لحظه که توش هستن دارن بیشترین لذت ممکن رو میبرن و اتفاقا این دقیقا همون چیزیه که باعث میشه رابطهشون یک مرحله جلوتر رو بتونه ببینه. بسیار هم عالی. خب میخوام برم سراغ این که دو تا هفت مورد رو براتون بگم. هفت عادت تخریبگر و هفت عادت مؤثر. خب من اینا رو میگم، خیلی هاش برامون آشناس، میدونیم چیه، هر کدومشون نیاز به توضیح داشت ازم بپرسید توضیح بدم، چون نمیخوام زمانمون خیلی گرفته بشه. خب اولی مورد عیب جویی و انتقاد هست. در مورد این اگه یه چیزی رو بخوام بگم، اینه که ما توی انتقاد کردن تکنیکی داریم به نام تکنیک ساندویچ.
میگه که به جای اینکه انتقادتون رو اینطوری بکوبید تو صورت طرف، بیاین از تکنیکی به نام چرا میخندین. چون این تکنیک رو ما خودمون آموزش میدیم، نون کتلت نون. خب بفرمایید. اون که بله، اگه با آموزش شما باشه که من باید سکوت کنم اینجا. نه خواهش میکنم، واقعا ما فکر نمیکنم چیزی باشه که من بدونم شما ندونید. نه خواهش میکنم، که شاید کسی باشه که این تکنیک رو تعلیم نشده نه باشه. بسیار بسیار تکنیک، به نظر من اصلا شما اگر یاد بگیرید چطور از این تکنیک استفاده بکنید، اصلا هر کی یاد بگیره که چقدر این تکنیک مؤثره، زندگی متفاوت میشه. نه نه خواهش میکنم، ما میشنم فقط امشب. حالا شما بگید بعدی من نفرمه اذیت میکنید آ خانم مولی، اصلا را نداره. نه نه دیگه نه، من بگم لایو شماست، لازم نیست. نه والا لایو شماست، ما مهمونیم. خواهش میکنم. من به جای اینکه بیام انتقادم رو توی بکوبم تو صورت طرف، میام با یک سری تعریف و تمجید اینو میپیچمش، مثل یک ساندویچ همبرگری که یک نونی داره، بعد حالا مثلا یه سوسی روش میشزن، یه گوجه و خیارشوری میذارن، بعد همبرگر که اون انتقاد اصلی هست رو قرار میدن، و بعدش باز هم روش یه سوسی، یه حالا هر چیز دیگه و یه نون دیگه هم روش میذارن. پس در اصل ما با تعریف و تمجید شروع میکنیم، انتقادم رو بیان میکنیم و روش هم یه تعریف و تمجید دیگه میذاریم. فقط یادتون باشه لطفاً تعریف و تمجید هاتون واقعی باشه. مثلا آفره. اگر یک نفر چه میدونم مثلا نیم متر قد داره، بهش نگی خیلی خوبه که تو 2 متر قد داری. خب طرف حالش بد میشه، میفهمه که شما داری چرت و پرت سر هم میکنی. خب دقیقا. من یه نکته دیگه هم بهش اضافه کنم. بله ببخشید البته توی این تکنیک کلن یه چیز خیلی مهمه، اونم اینه که حالا اون بخش که تعریف باید درست باشه کاملا درسته، ولی یه بخشی هم که خیلی مهمه اینه که شما هیچ موقع شخصیت رو سرزنش نمی کنید، همیشه شخصیت رو تعریف میکنید. یعنی من از شخصیت طرف تعریف میکنم، از اون کار، حالا از اون کار یا از اون عمل، در واقع اون عمل مورد نکوهش قرار میگیره، شخصیت بالا میره عمل پایین. یعنی اون همبرگری که شما اسمشو میذارید کاریه که انجام شده، اون نون میشه شخصیتی که داره بهش ارتقا داده میشه. ببخشید. خیلی نکته عالی بود، دقیقا همینطوریه. خواهش. خب مورد بعدی، پس مورد اول شد عیب‌جویی انتقاد، مورد دوم میشه سرزنش، مورد سوم میشه گلایه و شکایت و شکفه، آی تو چرا این کارو کردی، آی چرا مثلا فلان دوستت این کار کرد، خانوادت این کار کرد. اینا همش یکی نیست؟ یک کمی میشه اینها رو با هم دیگه یه وجه اشتراکی بینش پیدا کرد، ولی خب تفاوتهایی هم داره، برای هم دونه دونه توضیحش نمیدم چون بعضیش هم خیلی واضح هست. مورد چهارم نق زدن و قر زدن. مورد پنجم تهدیده. تهدید به اینکه ترکت میکنم، تردت میکنم، بهت خیانت میکنم، دیگه دوستت ندارم و خیلی چیزا. سوال دارم همچین چیزهایی، حالا یه بخش اوکی اینکه ترکت میکنم اینا، ولی تهدید به خیانت هم داریم؟ این چیزی طبیعیه؟ بله بله. مثلا اینکه تهدید به خیانت، مثلا اینکه آقای از همسرش میخواد که توی یک سری چیزها باهاش همراه بشه و وقتی خانم میگه که نه من با این چیزها اوکی نیستم، آقا میگه ببین نکنی من میرم خیانت میکنم بهت. تنرباشی هستم. کاملا متوجه شدم. مورد ششم. خب مورد ششم تنبیه هست و مورد هفتم باج برای کنترل. یعنی باج میدیم به طرف مقابل برای اینکه بتونیم کنترلش بکنیم. باج برای کنترل یعنی چی؟ مثلا آقا عاشق قرمه سبزیه و خانم بهش میگه من در صورتی برات قرمه سبزی میپزم که برام فلان مثلا انگشتر رو بخری. آه اوکی اوکی اوکی. یعنی اون چیزی رو که دوست داری در صورتی بهت میدم که چیزی که دوست دارم رو بهم بدی. در صورتی که توی روابط سالم ما این رو عنوان میکنیم که دهنده باشید بدون انتظار. آفرین. چون اگر توی اون لحظه از سمت اون فردی که دارید چیز رو بهش میدید چیزی به شما برنگرده،
کارما، کائنات اون رو به شما از جای دیگه برمیگردونه. پس نسبت به اینکه دهنده باشید، ترس نداشته باشید. خیلی از آدم ها میترسن از اینکه دهنده باشن، میشمارن، میگه ببین من الان یه دونه مثلا فلان کار رو برای تو کردم، تو باید فلان کار رو برای من بکنی، متعجب. مثلا الان من این قدم رو برای تو برداشتم، تو باید یه قدم برای من برداری. در صورت که این دقیقا یکی از چیزهایی که از ترس های ما آدم ها میاد. ترس های ما تله های بزرگی هستن. دفعه پیش خواستیم از بچه ها که یک لیستی تهیه بکنن از ترس هاشون و بعد دونه بدون واقعی بودن اونها رو بسنجن که ترس هاشون نتونه اونها رو تو تله بندازن. خب موردی تو اینا هست که بخواید توضیح یه مورد یه مورد من بگم؟ نه اینا کاملا روشنه. یکی از دوستان پرسیدن که ما سوالامون رو چطور میتونیم بپرسیم. بخش سوالات بازه، میتونید اگر که چیزی رو میخواید بنویسید اینجا توی سوالات بنویسید. کامنت رو من اصلا کلا باز نمیکنم، یعنی اصلا در فکر کامنت ها نباشین. بخش سوالات ولی هست، میتونید سوالاتون رو بپرسید. خب بریم روی 7 عادت سازنده. کامنت ها رو اگه باز کنیم اینجا میاد تو صورت من دیگه دیده نمیشم، برای همین ما کامنت ها رو باز نمیکنیم. خب سوالی اگر داشتن شما به من انتقال بدید، بچه‌ها از بله شما حتما. بپرسن و شما به من انتقال بدید. همین الان هم میتونن برن که پیج شما، زیر پست شما که پستر ما گذاشته شده، سوال هاشون رو بنویسن بعد شما به من انتقال بدید. نه همینجا چون من اونم نمیبینم، همینجا اگر که سوال داره خب میتونن بنویسن. خب بفرمایید. خب بریم سراغ 7 عادت مؤثر. عادت اول، هنر گوش دادن. چیزی که مهارتی که به ماها یاد داده نشده و اگر بلد باشیم میتونیم دنیا رو بگیریم باهاش. واقعا هنر گوش دادن یکی از چیزهاییه که حالا مثلا یکی از کتابهایی که توش خیلی در موردش صحبت شده، آینه دوستیابی دیل کارنگی بله. هست که من خیلی این کتاب رو دوست دارم و اولین بار هم شما به من این کتاب معرفی کردید برای خوندن و من ممنونم ازتون. خواهش میکنم. حالا در مورد هنر گوش دادن، هنر گوش دادن یعنی چی؟ یه ذره ذاتیه، خب یعنی بعضی ها اینو به صورت ذاتی دارن ولی میشه با تمرین یاد گرفتش. سعی کنید یادش بگیرید. مثلا چی؟ یک سری از مواردی که براش لازم هست رو من میگم. اینکه تمرکز و توجه داشته باشیم. وقتی کسی داره با ما صحبت میکنه حواسمون بهش باشه، تمرکز داشته باشیم، سرمون رو به چیز دیگه گرم نکنیم. توی پاسخ دادن به اون فرد عجله نداشته باشیم. خیلی وقتها یه نفر داره حرف میزنه با من و من اولین جمله‌ای که گفته یک جوابی توی ذهنم اومده که میخوام جواب رو بهش بگم و دیگه اصلا جمله های بعدیش رو نمیشنوم، فقط دارم جواب خودم رو تو سرم تکرار میکنم که یه وقت یادم نره. منتظر جواب دادن نباشید، فقط گوش بدید، سوال بپرسید، سوال های مرتبط، ولی وسط حرف طرف نپرید. با آرامش بهش گوش بدید، احساس همدلی باهاش داشته باشید. یه چیزی که خیلی مهمه، همدلی با همحسی متفاوته. همحسی یعنی اینکه شما یک اتفاق بدی براتون افتاده، دارید برای من تعریف میکنید، بعد دارید اشک میریزید، منم دارم گله گله با شما اشک میریزم. این میشه همحسی و این منفیه. ولی همدلی یعنی اینکه من احساساتم رو میتونم کنترل بکنم ولی میفهمم شما چی میگید. یعنی این رو بهتون منتقل میکنم که میفهمم چی میگی، متوجهم، درک میکنم. به زبان بدن فرد توجه بکنید. زبان بدن یکی از چیزهایی هست که ما میتونیم من اصلاحی میکنم. اینجا یک سوالی رو ما داریم. من چجوری این سوال رو از یه زبدر بغلش داره سوال رو، بذارید من بخونم بعد ببندیدش چون منم دارم میبینمش. در مورد در واقع همون مبحث باج هست که گفتیم. اوکی من کامل نمیبینمش، شما این زبدر رو فکر کنم بزنید. خب من میزنم کار نمیکنه متاسفانه. خب کلن خانم ملوکی رو از دست دید. عذرخواهی میکنم دوستان.
مبحث هم انقدر تخصصی که اصلا نمیشه راجعش صحبت کرد. خب من خب عذرخواهی کامنت میکنم، کار دست مونده. من این سوالات داشتم آره میبستم، شما قطع شدین. خب میفرمودین. احساس همدلی، آره احساس همدلی، توجه به زبان بدن فرد. یه وقتهایی ما با توجه به زبان بدن فرد، بادی لنگویج فرد، میتونیم متوجه بشیم که فرد داره دروغ میگه، داره راست میگه، حالش خوبه، حالش بده. این یکی از اون مباحثیه که با آموزش میشه یادش گرفت. زبان بدن یک زبان بسیار بسیار جالبی هست و یک چیزیه که حالا ما دو مدل زبان بدن داریم. یکی زبان بدن یا بادی لنگویج هست که در مورد اندام های ما هست و یکی دیگه مایکرو فیشال اکسپرشن ها هستند که که حرکات در ریز توی صورت. چهره‌ای که من واقعا خیلی دوست دارم، که مثلا با جمع شدن یک لحظه یک گوشه چشم، قورت دادن آب دهان، حرکات خب این لب و دیگه خیلی خیلی چیزهای روی. چیز میشه، خیلی اسپسیفیک. معمولا کسایی که توی حالا زمینه جرم شناسی کار میکنن روی این مبحث خیلی کار میکنن فکر کنم، ولی منم کار کردم. روانشناسا دیگه فکر نمی کنم زیادم مهم باشه. خب خب چرا دونستنش همیشه بهتر از ندونستنشه. بله، صد خب درصد صد درصد. پیام های غیر کلامی بفرستیم موقع گوش دادن، مثل تایید با سر یا مثلا اصواتی مثل خب اوکی دیگه و اینها. خب اوکی. تماس چشمی یکی از چیزهایی که آی کانتکت خیلی مهمه. وقتی یک نفر در داره زمان صحبت گوش دادن میکنه، بله وقتی یک نفر داره صحبت میکنه، من دارم یک جای دیگه رو نگاه میکنم. مثلا من یکی از آدم هایی هستم که اگر با یه همچین پدیده روبرو بشم دیگه نمیتونم صحبت کنم، فکر مکس میکنم میکنم، سکوت میکنم. همه اینطورین تقریبا، تقریبا خیلی هم. اینطوری تقریبا هم. خب همینطور هستم. پس آی کانتکت خیلی مهمه. به موبایلتون و ساعت هیچ وقت نگاه نکنید. این یکی از عادتهاییه که ما داریم، هی صفحه موبایلمون رو روشن میکنیم بعد میذاریم کنار و این به شنونده حس بدی رو منتقل میکنه. پس اگر دارید گوش میدید، موبایلتون رو، ساعتتون رو بذارید کنار و تکه بدید و گوش بدید با خیال راحت. اینجور منتظر رفتن نباشید. یعنی بادی لنگویج شما هم خیلی مهم هستش. و اینکه بعضی وقتها بعضی از جمله های اون رو تکرار بکنید. یک چیزی که اون میگه با جملات خودتون تکرارش بکنید، بهش بگید مثلا یعنی منظورت این بود که اینطوریه. این باعث میشه که یعنی اون تایید حس خیلی بگیرید، بهتری داشته باشه. تایید بگیرید که جملهش رو درست متوجه شدید یا نه. خب هر عادت بسیار عالی. موثر رو داریم میگیم. اولی مورد گوش سپردن، هنر گوش دادن بود. مورد دوم حمایت. مورد سوم تشویق. چهارمیش حمایت رو احترام. یه مقدار توضیح میدین؟ بله حمایت یعنی این که من وقتی با یک نفر، حالا ما توی روابط عاطفی این رو داریم میگیم دیگه، یعنی من وقتی با یک نفری توی یک رابطه عاطفی هستم، طرف بدونه که من همه جوره پشتشم. اصلا به جنسیت ربطی نداره، چه خانم و چه آقا باید توی رابطهش احساس بکنه که از سمت طرف مقابلش حمایت میشه، اهدافش رو حمایت میکنه، ساپورت میکنه، خواسته هاش رو ساپورت میکنه و پشتشه. من یه فکر جوره میکنم احساس نکنه بعضی که وقتا این خواست. اصلا خیلی میتونه ساده باشه، مثلا کنترل تلویزیون، هرچی میخوای تو بذار، مثلا یه همچین چیزی. غیر از اینه، این از صادقانه دارم میپرسم، چون لزوما دو نفر شاید در فضای کاری همدیگه نباشن، شاید مثلا خب در یک فضای متفاوتی کنار هم قرار بگیرن و لزوما این حمایت معنای خیلی بزرگی میتونه نداشته باشه، درسته؟ ولی اینکه از علایق یک شخصی حمایت بشه فکر میکنم خیلی تاثیر مثبتی میذاره، درسته؟ چیزی که شما دارید میگید کاملا درسته. همه مواردی که ما داریم میگیم از کوچیک شروع میشه تا بزرگترین موردی که بتونید تصورش رو بکنید. و اینو متوجه. بدونید وقتی که یک نفری توی یک رابطه عاطفی بدونه که از سمت طرف مقابلش حمایت میشه، بدون اینکه قضاوت بشه، بدون اینکه مسخره بشه، این باعث میشه که همیشه اون اتفاقهایی که تو ذهنش داره میفته رو شیر بکنه با طرف مقابلش. اگر خیلی وقتها
خانم ها میان اعتراض میکنن، میگن همسر ما همه تصمیم هاشو تنهایی میگیره. بعد که بررسی میکنیم میبینیم که این آقا بنده خدا هر وقت اومده به خانم گفته من میخوام فلان کارو بکنم، خانم یا مسخرش کرده یا غر زده یا نق زده یا سنگ جلو پاش انداخته و باورش نداشته. اینکه همدیگه رو متوجه. باور داشته باشیم خیلی مهمه. خب مورد مورد سوم بعدی، شد تشویق، سوم مورد تشویق، چهارم چهارم احترام. اگر ما یاد بسیار بگیریم عالی. که احترام رو توی روابطمون حفظ بکنیم، بعضی وقتا آدم ها فکر میکنن چون دیگه الان با هم دیگه زن و شوهر هستیم، پارتنر هستیم یا حالا شریک عاطفی هستیم به هر شکلی، دیگه باید با هم راحت باشیم، دیگه ما این حرفا رو با هم نداریم. هر جایی احساس کردید که یک نفری دیگه هیچ حرفی باهاش ندارید، هیچ چیزی برای رعایت کردن جلوش ندارید، فاتحه اون رابطه رو بخونید. من تضمین متوجه میکنم شدم. که الان اگه نه 6 ماه دیگه رابطتون به بنبست میخوره. احترام رو همیشه باید حفظ بکنید. مورد بعدی، مورد پنجم، موردی هستش که برای خود من به عنوان یکی از مهمترین فاکتورهای هر نوع رابطه ایه. اعتماد. اعتماد تراست. یا تراست. بسیار من این جمله هماهنگ رو و خیلی دوست دارم، میگه اونی که قبولت داره یه قدم یه قدم جلوتر از اونی جلوتر که از اونی دوستت که داره. دوستت داره. بسیار دقیقا بسیار تراست. مهم. بله بله کاملا. تراست یعنی چی؟ یعنی من با کسی توی رابطه باشم که بتونم چشمامو ببندم و خودم رو همه جوری دستش بسپارم، انقدر بهش اعتماد داشته باشم. تراست نقطه مقابل ترس هست. خب متاسفانه خیلی ها این ببینید اصلا تراست ایشو همیشه وجود داره. یعنی من فکر میکنم که ما علل خصوص ماها توی یه دوره داریم زندگی میکنیم که اعتماد یه مبحث خیلی خیلی بزرگه، اصلا مبحث کوچیکی نیست. خیلی موارد به وجود اومده تا امروز من به اینی که هستم تبدیل شدم و اعتماد اگر قرار بود 1 تا 100 باشه الان 20ه در بالاترین حالتش. بعد خب وقتی اینو وارد رابطه میکنید اصلا رابطه با شک شروع میشه بعضی وقتا، خب خودش خیلی بده و خیلی فکر میکنم ضربه میزنه. اعتماد خیلی به نظر منم احساس مهمیه. من همیشه میگم که اگر یک کسی رو پیدا کردید که بتونید بهش اعتماد بکنید، میتونید بقیه مسیر رو باهاش پیش برید. ولی اگر کسی هست که شما اعتماد نمیتونید بهش بکنید، چطور میتونید قلبتون رو دستش بسپارید؟ پس چطور میتونید با این آدم وارد هر نوع رابطه عاطفی بشید؟ قدم اولش تراست هست. و من فکر میکنم درست اونجایی که ما ترس هامون رو رها میکنیم و دیگه هیچ گاردی نداریم، تمام اتفاقهای بعد محو میشه، دیگه هیچ آسیبی به ما نمیرسه. من واقعا این خودم تجربه کردم. من وقتی مشاوره میدادم یک موقعی، اون سال اولی که شروع به کار کرده بودم، قطعا باید پشت میز کار میشستم و مشاوره میدادم. میترسیدم از اینکه با یک آدم غریبه توی یک فاصله کم بشینم بدون اینکه میزی جلوی من باشه. یه جایی با خودم کنار اومدم که میز رو بذارم کنار و برم اون طرف میز کنار مراجعه بشینم، و درست از اون لحظه بود که یه سری از آسیب‌های خیلی زیادی که من تو معرضش بودم موقع مشاوره دادن کلن محو شد. چقدر جالب. اگر از چیزی بترسیم دقیقا سرمون میاد. و تراست کردن یعنی چی؟ اعتماد کردن یعنی چی؟ یعنی این که من به تو اعتماد میکنم تا جایی که به هم ضربه بزنی. پس تا جایی که به هم ضربه نزدی میتونم این ریسک رو بکنم و اعتماد بکنم. این یکی از چیزهایی که میتونیم روش تمرین داشته باشیم. خیلی مورد بعدی نکته جالبی. پذیرش. خب پذیرش، acceptance. خب پذیرش یعنی چی؟ یعنی اینکه من طرف مقابلم رو به قول شما که دفعه پیش این رو گفتید و خیلی جالب بود، پکیجه، سوا کردنی نیست. طرف مقابل من پکیجه با تمام نکته های مثبت و منفیش، یک پکیج هست و من همون جوری قبولش میکنم، حتی با اینکه تاییدش ممکنه یه جاهایی نکنم، ولی همون جوری اصلا که فکر هست نمی کنم میپذیرمش. قرار باشه که همه چیز اون چیزی باشه که من میخوام. یک کلیتی رو من میپذیرم، نسبت به اون کلیت بقیش ساختنیه. مثل اینه که من مثلا یک جای زیبایی رو میبینم، احساس میکنم اینجا اون جاییه که من میتونم زندگی کنم، اینجا اون جاییه که من میتونم خونم رو بسازم.
خب بعد میرم میسازم بقیهش رو. این نیست که مثلا بشینم اونجا بعد به نگاه بکنم بارون بیاد، رعد و برق بیاد، طوفان بشه. خب همه اینا هست، طبیعته. اگر چیزی نسازی همه اینا نابودش میکنه، اگر که درست میگم، یعنی مثال اگر درست باشه. دقیقا همینطوریه، همون داستان قرمه سبزی هست که باید جا بیفته دیگه. بله دقیقا. خب مورد بعدی، مورد هفتم میشه گفتگوی همیشگی برای رفع اختلاف. توی یک رابطه ما همیشه باید گفتگو داشته باشیم. گفتگو یعنی اینکه همیشه باید برای رفع اختلاف باشه. اختلاف منظورم دعوا و جنگ و دعوا نیست، اختلاف نظر میتونه باشه، ببین میتونه چون من اختلاف در اصلا فهمیدن الان با باشه. ببخشید من اینو میگم چون سواله برام، در واقع من کلن با اینکه نگاه هم به این باشه که من گفتگو بکنم که رفع اختلافش مشکل دارم. یعنی من میگم برای چی من باید تایمم بذارم برای رفع اختلاف؟ من تایمم رو بذارم برای گفتگو. حالا اگر اختلافی در این وسط پیش اومد، اونم هست، اونم بخشی از این پروسه است، نه اینکه کلا نگاه هم به این باشه خب گفتگو فقط برای رفع اختلافه. چون میدونید داستان اینه، ما یه احساس شخصی منه، ما آدما کلا ناآگاهانه داریم زندگی میکنیم. من وقتی ناآگاهانه میام نگاه میکنم میگم گفتگوی همیشگی برای رفع اختلاف، این برای من یعنی اینکه من همیشه باید دنبال یک اختلاف بگردم که برم گفتگو بکنم و این اختلاف رو حل بکنم. من با این نگرش مشکل دارم، به دلیل اینکه ما متاسفانه همچین زندگی آگاهانه ای نداریم، و برای اینکه زندگی آگاهانه ای داشته باشیم خیلی چیزا رو باید از این از ذهنمون بگیریم. موبایل رو بعد از ذهن گرفت، نمیدونم بزرگترینش رو حالا گفتم، استرس های روزانه رو بعد از ذهن گرفت، خیلی از مسائل باید جدا بشه تا من بتونم آگاهانه فکر کنم. حالا به فرض مثال که من بتونم آگاهانه فکر بکنم، باز این خودش مشکله. یعنی یک باوری رو داره برای من تولید میکنه که من برای رفع اختلاف باید گفتگو داشته باشم. درسته این به نظر شما؟ اولا که منظور از اختلاف گفتم جنگ و دعوا نیست، تفاوت فکری هستش. مثلا اینکه من در مورد یک مسئله دارم یک جوری فکر میکنم، میام با طرف مقابلم این رو در میون میذارم، میگم ببین این خیلی مهمه که ما موقع این گفتگو توی وجه بالغ شخصیتمون قرار گرفته باشیم، یعنی کاملا آگاهانه و بدون احساسات در حال صحبت باشیم، بالغانه. من میام به طرفم میگم که ببین اونجایی که فلان اتفاق افتاد من فلان فکر رو داشتم میکردم، به نظر درست فکرم یا نه؟ و اون میاد به من میگه که آره مثلا درسته، یا یعنی اینکه میگه نه این اینه این. گفتگو یعنی این. ولی اگر من بیام اجتناب بکنم از صحبت کردن، کاری که معمولا آقایون انجام میدن، آقایون یه کمی توی اینکه بشینن و در مورد یک مسئله گفتگو کنن یکم کم حوصله‌ن، به خاطر حالا شرایطی که دارن، درگیری هایی که تو ذهنشون هست، حوصله این رو ندارن که بشنن و چیزی رو برای همسرشون، برای پارتنرشون توضیح بدن. ولی این دقیقا یک، به نظر من یک شمشیریه که لبش کاملا به سمت خودشون هست. چون اگر من نشینم صحبت نکنم و گفتگو نکنم و توضیح ندم، خیلی وقتا آقایون فکر میکنن که اگر توضیح بخوان بدن از قدرتشون کم میشه، بنشتاری که اگر توضیح ندن دارن خودشون رو میدازن توی یک چاهی که بعد نمیتونن ازش بیرون بیان. چرا؟ به خاطر اینکه خانم ها معمولا توی ذهنشون اتفاقهای بی جواب رو هی دارن میچرخونن. برای همین اگر براشون توضیح داده نشه در مورد اینکه فلانجا چه اتفاقی داشته میافتاده، این دقیقا تبدیل به اختلاف میشه، جنگ و دعوا میشه، لجبازی میشه. و خیلی عالیه اگر آدم ها یاد بگیرن. من پیشنهادم به زوجها همیشه این هست، میگم یک روز در هفته رو در نظر بگیرید، مثلا با همدیگه قرار بذارید چهارشنبه ها عصر ساعت 5 تا 6 تو فلان کافه، تو خونه خودتون نه، تو فلان کافه میشینید محیط دعوا اونجا. آره آره، در مورد مشکلاتمون با هم صحبت میکنیم، در مورد چیزهایی که میخوایم حلش بکنیم. این باعث میشه که اولا یک هفته کامل هر روز قر نزنن، دعوا نکنن. البته خانم و... مولوکی من عذرخواهی میکنم اینو میگم، این فقط در مورد روابط عاطفی نیست. یعنی ما یه مثالی حالا توی همیشه بین کسایی که باشون کار میکنم بهشون میگم،
میگم وقتی ما داریم با هم صحبت میکنیم، این ارتباط کلامی مثل کباب کردن گوشته. یعنی شما طرف مقابلت رو میذاری روی آتیش، کبابش میکنی که بیرون از اینجا شرایط خوبی باشه. و این کاملا به نظر من اتفاق بدی نیست. یعنی شما شاید تو محیط کاری یهو داد بزنی، قاطی کنی، ولی اینا محیط کاریه. یعنی آدما باید اینو بتونن متفاوت بکنن. مرسی که میگین طرف ها توی کافی شاپ این کارو بکنه. چرا؟ چون خود این از لحاظ ذهنی، یعنی آقا رینگت اونجاست، اگه میخوای داد میداد کنی، اگه میخوای مثلا فراتر از اون چیزی که هست بری، یا مثلا میخوای نکته رو بگی که شاید از لحاظ ذهنی اینجا جاش نباشه، شاید این چیزی نیست که تو نسبت بهش احساس خوبی داشته باشی، اونجا جاشه. و خب بعد از اون همه چی تموم میشه. و واقعیت داستان همینه، وقتی دو نفر با هم اون حس رو تجربه میکنن توی یک لول پایین تری، حالا فرقی نمیکنه در چه مدل از رابطه، به نظر من توی وقتی که شرایط عادیه مسلما با هم دیگه روابط بهتر و روابط پخته تری رو تجربه میکنن. درسته؟ بله دقیقا همینطوره، کاملا درسته چیزی که گفتید. خب باشه. فقط این که ما 10 دقیقه بیشتر وقت نداریم، من یکم مطالبم مونده. خب بفرمایید، ما گوش میدیم. پس فکر کنم خیلی تون تون هول هولی باید بگم، سعی میکنم مشکلی خلاصش نیست، چون کنم. یه 2-3 دقیقه هم باید برای سوالات وقت بذاریم، یعنی اینو بکنیدش 5 دقیقه که بتونیم یه 4-5 دقیقه هم راجع به سوالات صحبت. نمیشه، راه نداره، مطلبم خیلی بیشتره. ما میشنویم ولی anyway. چپ سعی میکنم. راه‌های موفقیت توی یک رابطه چیه؟ یعنی اینکه من چطور میتونم باعث بشم که توی یک رابطه، موضوع اصلیمون این بود که چطور شریک عاطفی ما میتونه باعث موفقیت و پیشرفت ما بشه. برای اینکه طرف مقابل من بتونه تو مسیر موفقیتش پیش بره و من هم بتونم تو مسیر موفقیتم پیش برم، من 3 قدم رو میخوام اینجا مطرح کنم. قدم اول شناخت خودتون و طرف مقابلتون هست. برای این کار ویژگی های مثبت و منفی، استعدادها، نقاط کور و ترس های خودتون و طرف مقابلتون رو یادداشت بکنید. من دوست داشتم در مورد مدالیته های حسی اینجا صحبت بکنم که فکر کنم نرسیم، در مورد اینکه یک نفر دیداری هست، شنیداری هست یا لمسی. خیلی مبحث جالبیه ولی مبحث طولانی میشه، حالا فاکتورش میگیرم. قدم دوم اینه که سعی کنم خودم رو بهتر بکنم. تنها چیزی که میتونیم کنترل کنیم خودمون هستیم. پس پذیرش، عزت نفس، احساس ارزشمندی، اعتماد به نفس، پذیرش مسئولیت کارهام، این که بپذیرم خودم مسئول کارهام هستم، توجه، صمیمیت، تشکر و قدردانی و تعریف و تمجید واقعی چیزهایی هست که میتونه باعث بشه من به ورژن بهتری از خودم تبدیل بشم. قدم سوم اینه که بفهمم که نجات دهنده منم نه اون. خیلی از آدم ها وارد رابطه عاطفی میشن برای اینکه یک نجات دهنده پیدا بکنن، یک کسی بیاد ویژناشون رو براشون تیک بزنه، بخواد بهشون سرویس بده، بهشون کمک بکنه. ولی اگر بفهمم که نجات دهنده منم نه اون، خیلی چیزها فرق میکنه. و اینکه باید بدونم که اولا خودم رو دست کم نگیرم توی رابط، این ستایی که الان میخوام بگم توی همین نجات دهنده من هستم نه او جا میگیره. اینکه اولا نقش قربانی نداشته باشم، یعنی خودم رو دست کم نگیرم، که درجه دوم اهمیت خودم رو قرار ندم، فداکاری بیجا نکنم، چون فداکاری بیجا فقط انتظار بیجا ایجاد میکنه. مورد بعدی اینه که شکنجهگر نباشم. مورد اول این بود که قربانی نباشم. مورد دوم اینه که شکنجهگر نباشم. یعنی چی؟ احساس ناامنی من باعث نشه طرف مقابلم رو کنترل بکنم. اگه طرف مقابل من میخواد خودش باشه، میخواد رشد کنه، پیشرفت کنه، بهش این اجازه رو بدم ترمزش نباشم. چیزایی که میگیم کشنده است بیشتر. خیلی آره، خیلی خب. دقیقاً. اینکه مثلا من این رو خیلی میبینم، افراد نسبت به اینکه طرف مقابلشون، کیس عاطفیشون، کسی که دوستش دارن، با جنس مخالفش ارتباط برقرار میکنه، اینا یه دفعه احساس میکنن که الان دیگه دنیا تموم شده،
هر کاری میکنن برای اینکه رابطه اون فرد رو با جنس مخالف قطع بکنن. اینها همه از ترس های خود افراد میاد. اگر من بترسم از اینکه طرف مقابل من اگر الان داره با یک جنس مخالفش برخورد میکنه پس الان دیگه جذب اون میشه و دیگه منو نمیبینه، اینها همش به خاطر اینه که من خودم رو اونقدر قبول ندارم، من احساس ناامنی درونم دارم. اگر من بدونم که به اندازه کافی خوبم، کافیم و طرف مقابل من رو دوست داره چون من دوست داشتنی هستم، دیگه نمیترسم از اینکه الان میره میدوزدنش و الان دیگه تموم شد. بهش اجازه میدم که این روابط رو داشته باشه و اتفاقا این باعث میشه که بیشتر سمت من برگرده چون میدونه، میفهمه، تفاوت من رو با بقیه درک میکنه. مثل یه جایی کتاب شازده کوچولو رو اگر خونده باشید، خوندین این کتاب رو؟ بله بله بله. یه جایی شازده کوچولو وقتی گل سرخش رو رها میکنه و میاد توی زمین، وارد یه باغ گل سرخ میشه، نگاه میکنه میبینه او همه شبیه گل سرخ منن. روباه یه جایی حرف قشنگی بهش میزنه، میگه ببین ارزش گل سرخ تو به ظاهرش نیست که شبیه بقیه است، به عمریه که تو پاش گذاشتی، به زمان و انرژیه که تو پاش گذاشتی، به خاطره هایی که تو باهاش داری و هیچ کس دیگه اینها رو نداره و اینهاست که تو رو خاص میکنه. پس ترس هامون رو بذاریم کنار و نخواهیم شکنجهگر باشیم با این ترس هامون. مورد بعدی این که نقش ناجی نداشته باشیم. پس اولی شد قربانی نباش، دومی شکنجهگر نباش و سومی ناجی نباش. ما سوپرمن نیستیم. توی روابطتون فکر نکنید که قرار شما بیاید و همه اشتباه های رابطه رو درست بکنید. اگر همیشه شما اونی هستید که پیغام میده، اگر همیشه شما اونی هستید که تایم ست میکنه برای دیدن، اگر شما اونی هستید که برای داشتن ارتباط با طرف مقابلتون همیشه پیش قدم میشید، بدونید که دارید نقش ناجی رو بازی میکنید و این رو قطعش بکنید. مطمئن باشید طرف مقابل شما اگر واقعا شما رو بخواد و بخواد با شما بمونه، اگر شما جایی دست از تلاش بردارید اون برای شما تلاش میکنه و اگر نکرد چون دیگه نخواسته تو این رابطه باشه. برای یکی مورد دیگه توی ناجی بودن اینه که دست از بالا کشیدن طرفتون به قیمت سقوط خودتون بردارید. این کار رو نکنید و اینکه ترس از دست دادن هم نداشته باشید. مورد دیگه این که برای اینکه شریک عاطفی خوب باشید، چند دقیقه وقت دارم؟ خیلی کم. خب برای اینکه شریک عاطفی خوب باشید همیشه هدف داشته باشید. تو هر مرحله از زندگیتون که هستید هدف داشته باشید. اجازه ندید ازدواج کردن یا حتی بودن به طرف مقابلتون ته هدفتون باشه. همیشه هدفهایی برای خودتون داشته باشید. به خودتون رسیدگی کنید و برای خودتون وقت بذارید و هر کاری که برای طرف مقابلتون میخواید انجام بدید رو اول برای خودتون انجام بدید. من این جمله رو خیلی دوست دارم. یه جمله انگلیسی هست، میگه که ترجمهش این میشه میگه همون کاری رو که برای دیگران انجام میدی برای خودت انجام بده، بعد شاهد شکوفا شدن خودت باش. دقیقا. یکی از دوستان من یه جمله خیلی خوبی در این مورد میگفت و من هیچ وقت یادم نمیره. میگفت تو اوج رهایی اسیر بشین، یعنی اگر هم وارد یک مسیری میشین بدونید که کاملا رهایی. خب چند تا سوال اگه چیزی هست بگین، من در از مثلا 2-3 دقیقه این سوالا رو هم بپرسم بعد بریم روی مباحث دیگه، امکانش هست؟ من فقط یه جمله آخر دارم دیگه، مورد دیگه ندارم. جمله آخر رو میذاریم آخر. خب پرسیدن که یه سوال، میشه گفت اعتماد از اصل عدم قطعیت هم پیگیری میکنه؟ اعتماد از اصل عدم قطعیت پیگیری میکنه یعنی چی؟ خب نمیفهمم. من دارم سوال رو برای شما میکنم. من خیلی نفهمیدم. خب پس بنویسید. اوکی، فکر کنم منظورشون اینه که من وقتی که اعتماد میکنم به طرف مقابلم نمیدونم که اینوری میره یا اینوری میره، هیچ قطعیتی در میون نیست. پس من بدون اینکه مطمئن باشم قدم بعدیش چی هست، چشمامو میبندم و بهش اعتماد میکنم. احتمالا منظورشون اینه. حالا خب سوال بعدی اینه که اگر خیلی رو در وایسی داشته باشیم هم به نظرتون فاتحه این رابطه خونده است؟
یه چیزی بهتون بگم، سوالهایی که معمولا اینجا پرسیده میشه خیلی باید بررسی بشه. من باید بدونم که منظورش چی از اینکه رو دروسی داشته باشیم، ولی یه جاهایی پیش میاد که من یک حسی توی یک رابطه دارم و نمیتونم اون رو بیانش بکنم، ولی میبینم که رابطه داره پیش میره بدون اینکه من اون حس رو بیان بکنم. میتونه گاهی این باشه منظورشون، پس ولی کیس نه بای کیس لزوماً به معنی متفاوته. خیلی متفاوته، ولی لزوماً متوجه. به معنی تموم شدن یک رابطه نیست. اوکی. یک سوال دیگه پرسیدن که خب مثلا ما توی یک رابطه هستیم، شرایط بسیار شرایط سختیه، شرایط دست خودمون نیست و طرف مقابل میخواد که اون شرایط رو در واقع تموم کنیم، چیکار باید کرد؟ تموم کنیم یه رابطه، هم راحتی تموم کنم. یه رابطه. رابطه یعنی چی؟ یعنی یه دو طرفه دیگه. وقتی یکی از طرفین داره اصرار میکنه رو تموم کردن یک رابطه، غیر از اینه که اون رابطه از همونجا تموم شده، اگر دو نفر تلاش نکنن برای منظورش رو نگه فکر داشتن میکنم یک مبحث رابطه، شرایطه، شرایط خوبی نیست و نسبت به اون شرایط خسته شدن، شرایط رو نمیتونن تغییر بدن. هر چیزی که هست اگر دو نفر تلاش نکنن، تلاش یک طرفه، میگن عشق یه سره باعث درد سره، بسیار تلاش یک عالی. طرفه برای هیچ نوع رابطه جوابگو نیست. ولی باز هم من الان نگفتم برید تمومش بکنید، شما باید بیاید روابطتون رو، مشکلاتتون رو مطرح بکنید و میتونید تو جلسات فردی این کار رو بکنید، ولی با یک جمله من نمیتونم نظر قطعی بدم. خب یک سوال شخصی هم از شما پرسیدن، من اینم میپرسم، البته از شما من نمیپرسم که اینجا جواب بدین. پرسیدن که شما شالتون رو از کجا میگیرین؟ اینو از خودشون توی پیج شخصیشون لطفا بپرسید، چون ما اینجا نه تبلیغ میکنیم نه اصلا کاری به این کارا داریم. خب بریم روی کلام آخر. خب من تشکر میکنم از دوست عزیزی که این انرژی خوب رو به من دادن. کلام آخر، بعد از تموم شدن این لایو میتونید برید سراغ زندگیتون، برگردید به سراغ همون نور کارهایی که انجام میدادید، همون کارهایی رو بکنید که همیشه میکردید، ولی یادتون باشه که در این صورت همون نتیجه رو میگیرید که همیشه میگرفتید. اگر میخواید نتیجه متفاوتی بگیرید، همین الان یک کاغذ بردارید و روش بنویسید برای اینکه بتونید تبدیل به یک پارتنر بهتر توی اون رابطه بشید، چی کار باید بکنید؟ چه تغییراتی باید بکنید برای اینکه بتونید تبدیل به یک شریک عاطفی بهتر بشید؟ و توی این مسیر اگر نیاز به کمک داشتید، از مشاور کمک بگیرید، و اگر نه با خوندن کتاب و کارهای دیگه میتونید این کار رو انجام بدید. مرسی از دعوتتون آقای بسیار جیسی، خیلی سپاسگزارم. لذت بردم. مرسی. ما بیشتر بسیار ممنون، فوق‌العاده بود. البته فکر میکنم که نصف جمعیتی که امشب اومدن تو این لایو حالا رفتن بیرون و اونایی که موندن و به هر صورتی نصفشون رابطه ای ندارن، ولی ای کاش اینو استفاده بکنن برای زمانی که یک رابطه دارن. ولی در هر صورت این نه فقط در یک رابطه حادثه ولی... خبر نمیکنه یه حدیدی فردا داشتن. ولی در هر صورت به نظر من این نه تنها در یک رابطه عاطفی، بلکه این اصول در هر مدل